إن تتامل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا أوفوا بالعقود وإذا قال الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ صدق الله العظيم خدمة همه بينندگان أزيز گرامی السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برنامه نداي إيمان همه شما بزرگواران را خشام می باز هم در برنامه دیگر و یا جلسه از جلسات دیگر که ارتباط به ندای ایمان که مخاطبین قرآن اهل ایمان هستند قرار داریم در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنو ای اهل ایمان وقتی میگه یا ایها الذین آمنو إنسان مؤمن وإنسان موحد إنسان مسلمان بايت متوجه باشد که مورد خطاب قرآن فقط أوست نه يركسي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَفَا كُنِيْتْ بَوْ که بَسْتِيْتْ الله سبحانه وتعالى بندگان محبوب خود را یعنی موحدین را مؤمنین را در این آیاتی که می آید یا ایوها الذین آمنو یا ایوها الذین آمنو تربیت می کند متوجه می سازد در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی می خواهد برای مؤمنین درس وفا را بدهد انسان باید به با او عهدی که می بندد باید وفا داشته باشد به با او وعده ای که می کند باید وفا داشته باشد حالا این وعده چی با الله سبحانه و تعالی باشد چی با رسول الله صلی الله علیه و سلم و چی با مخلوق و یا خلق پروردگار عالم با الله سبحانه و تعالی اینکه خداوند در روز الستو به ربکم رب که میگوییم که گفت آیا نیستم پروردگار شما همه گفتیم بلا چرا پروردگار ما هستی و خداوند عهد و پیمان بسته کردیم که ای الله تو رب ما هستی تو پروردگار ما هستی ما تو را به یگانگی میشناسیم اگر ای اهد و پیمان شکست یعنی با الله سبحانه و تعالی انسان بی وفایی کرد عواقب خطرناکی دارد انسان دچار ضلالت و گمراهی و بدبختی می شود عهد و پیمان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی صحابه با رسول الله بیعت کردند و بعد از صحابه تابعین با صحابه تبع تابعین با تابعین تا به امروزی همه ما با قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت نمودیم که ما از این قرآن و از این احادیث گهربار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پیروی میکنیم و به جان و دل قبول داریم پس اگر خلاف الله سبحانه و تعالی عمل بشه نقض عهد شده اگر خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل صورت بگیره نقض عهد شده و عین شکل وقت، وقتی که با بندگان خدا عهدی میبندیم چی در معاملات باشه و چی در بالاخره مسائل شرعی که الله سبحانه و تعالی به بندگان خود اجازه داده وقتی با همدیگر دیگر بیع و صورت میگیره وقتی با همدیگر دیگر هدیه وعده داده میشه وقتی خلاصه عقد در میان میایه اینجی باید اهل ایمان چکار کنن وفا کنن آیات زیادی داریم که الله می فرماید و اوفو بالعهد و اوفی به کم همه اینها دلالت بر این داره که انسان باید وفا به عهد داشته باشه و همچنین از صفات انسان منافق می بینیم یکی را رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن از صفات انسان منافق اینه که و اذا وعد و اذا وعد خلف وعد خلافی می کند به او عهد خود استاده نیست و همچنین آیه دیگر الله سبحانه و تعالی باز هم اهل ایمان را مخاطب می کند یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ای مؤمنین ای اهل ایمان وقتی که انسان می یا ایها الذین آمنوا چی لذتی میبرد؟ چه کیفیتی برای انسان مؤمن دست میدهد وقتی میشنوی یا ایها الذین آمنو ای خواهر و برادر هنگامی که صدای یا ایها الذین آمنو را میشنوی از این صوت و از این صدا لذت ببر که الله با تو حرف دارد تو را متوجه میسازد یا ایها الذین آمنو ای اهل ایمان لا تحل شعائر الله حرمت شکنی شعائر دین خدا را برای خود حلال ندانید یعنی شعائر الله را نشکنید ای اهل ایمان متوجه باشید شکستن شعائر نقض عهد هست آیه جلوتر گفت اوفو بالعهد یا اوفو بالعقود إن این آیه لا تحلو شعائر الله هرمت شکنی نکنید نسبت بشعائر الله سبحانه و شعائر چیست كأيدي جرمي دیگر میفرماید و يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب کسی شعائر الله سبحانه و تعالی را بزرگ بشمارد یعنی يعني تعظیم کند فانها من تقوى القلوب إي اس همون تقوای قلب هست ای از همان شایستگی انسان هست از جمله شعائر که آمده کعبه معظمه و مشرفه یعنی ای انسان متوجه باش که کعبه جز شعائر الله سبحانه و تعالی هست فقط تواف اختصاص پیدا کرده به اطراف کعبه نه به جای دیگر و متوجه باش که صفا و مروه جز شعائر هست اینها را باید بزرگ داشت و اینها را باید تعظیم کرد در مراسم حج منا و عرفات و مزدلفه اینها شعائر هست و من یعظم شعائر الله خود قرآن شعائره من شعائر الله هست همین عبادتی که ما و شما انجام میدیم هر کدام اینها به نزد الله سبحانه و تعالی عظمت دارد و بزرگی دارد پس بناا در این آیه مبارکه میگوید که متوجه شعائر و شعائر الله باشید تعظیم بدارید و حرمت شکنی نکنید اگر حرمت شکنی کردید شما او عهدی که با الله سبحانه و تعالی و با رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی با قرآن و با سنت رسول الله وقتی بستید اگر شعائر از پیش شما حرمت شکنی شد عهد و پیمانی که بستید او هم در حال شکستن هست پس این دو آیه مبارکه که ارتباط به اهل ایمان در این جلسه بیان شد یا ایوها الذین آمنو ای اهل ایمان اوفو بالعقود وفا کنید با او عقدهایی که بستید و همچنین یا ایوها الذین آمنو لا تحلوا شعائر الله ای اهل ایمان متوجه باشید که لا تحلو، لا تحلوا شعائر الله حرمت شکنی صورت نگیره درباره شعائر پروردگار عالم الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که با عهدهایی که با خدا و پیام بستیم و با خلق خدا داریم به او عهدها وفا نموده و بر ما توفیق بده که همیشه با شعائر پروردگار عالم تعظیم نموده و محبتشان را در قلب خود داشته باشیم تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته في <applause> قد ناداك بوصف ابهى من خطرات الاغصان يا مؤمن اقليل عندك ان توصف بالايمان